بالاخره تشریف آوردن؟ یه جوجه رو فرستادن به جای حاجی. در با کن. همه چی توی مملکت شده بچه بازی. اوضاع تو بند چجوره؟ مثل سابق. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش اومدید. ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خانم جوادی هستین؟ بله خودم هستم. من یوسفی ام، جای حاج آقا لطفی اومدم. بله بله در جریان هستم. خوش اومدین. بفرمایید. ممنون. همکارای من خانم عظیمی، خانم بالافکن. خوشحالم. سلام علیکم. بفرمایید. شما صدا دستین؟ مگه کسی از اون سیر شده که بیاد اینجا؟ ما هم که دووم آوردیم از توسکل افتاش بودیم. کی حاضر بیاد تو این خراب شده؟ هر روز یه مکافات، هر روز یه دردسر. منظورتون شلوغی تازه است؟ بله دیگه داستانش مفصله. اول که حاجی اومد پاسپورتشو برای بعد میشه بندو ببینیم؟ بفرمایید برادرو همینجا ببینیم. حالا بفرمایید وقت زیاده. خیلی ممنون. بریم تو بند. کیلو بیار. میخواین جمعشون کنم تو هواخوری؟ خیر بریم تو. به هر حال بهتون توصیه میکنم مواظب باشید، خیلی خطرناکه. اوف خوری زیاد خارج کن کرد. یه بار نزدیک مسئول قضا بکشم. خود منم هم نگردم. آکله هایی هم شما چی کار کردی؟ چیکار داشتی؟ بفرمایید. نترسید خواهر یوسفی. بیا این جلو. همه جمعشن تو کوریدور. یالا ببینم، بجنبین. همه تو کوریدور. ایشون خواهر یوسفی هستن، رئیس جدید بند نسوان. به به خوش اومدی، صفا آوردی. سفتاش کنم این جارو بیارم همه بنجا زیر پاشو جارو کن. بچه ها اشتردت کنید. میگفت یه شطوری چیزی برات میکشتی. رسیدن به خیلی ماد مزه. آخ بلا کجا بودی تا حالا؟ باز این فرشو بنداز زیر پا خانم. میخوام با هاتون حرف بزنم. اگه راست میگی بیا بگو پیشا اینجا چی کار میکنن. حالا اینجوری به جایی نمیرسی. مگه لالگونی گرفت یه اون دراده کن روز به روز چاخترم. خانوما گوش کنی، با شما هستم. تا فردا صبح که برمیگردم میخوام اینجا جای زندگی شده باشه. اون وقت به حرفاتون گوش میدم. از این زرت و زورتا زیاد چندیم. اولش ادای آدم حسابیا رو در میارن. ولی این یکی با بقیه فرق داره. چیه؟ بازی تازه وارد دیدی دم تکون دادی آدم فروش. زر نزن بینیم یارو چریکه. میگن تو جبهه بوده. آره قمپاره انداز بوده. چی انداز بوده؟ اینا همشون دوستن. فقط قیافشون فرق میکنه. اون که عاجی بود چه غلطی کرد که این جقله بخواد بکنه. شازده خانم، رئیس جدید اومده بودن دستبوس تحویل نگرفتی. جون تو این یکی عین خود دست کلاس اومده بود. آکی آکی. اگه بفهمه چقدر مرتبی بهت مدالم میده. بچه ها بیایید بریم تایبه. ممکنه اجزایی عوض شنه؟ بله ممکنه. شما خیلی خوب باشون حرف زدین. اینجا که دانشگاه نیست. اینا یه جونورایی هن. آدم بهشون نیستن که. الان 25 روز امون ما رو بریدن. کمد خالیه. اون پرین شیشگیر که از همه بیشتر حرف میزد سردستشونه. حاجی لطفی با اون هیبتش نتونست از پسش بر بیاد. شما حاجی لطفی رو دیده بودین؟ خیر. جذبه ای داشت.
خب از قرار معلوم دلتون نمیخواد وضع بهتر بشه. بیرون بیرون ببینم بچه ها بلم چه اینا بیرون جوابمو ندادین. بالاخره میخواییم وضعتون درست بشه یا نه؟ چرا دلمون میخواد وضعمون بهتر بشه ولی تو اومدی درستش کنی؟ آه شروع کن مطلب چی هستی؟ بابا خانم حوصله داری برو سر درس نشته اینجا اومدی انقلاب کنی؟ هر روز از غذامون کم میشه شروع کن دیگه اول از همه بگم میشه از سر پولمون بالا میره مشکلیه که دوتا نیست که دو بتونی حلش کنی گنده تر از تو هاشم نتونستن حل کنن اگه میخوای حرف بزنی اول باید خوب گوش کنی شما انگار حرفای زیادی برای گفتن داری معلومه که داریم شما و شما بیاین تو با هم حرف بزنیم خانم جوادی اینا رو ببرین دفتر همه رو بریزی تو هوا خودی هر چیز ممنوعی هم داشتن جمع کنید بیارید توی دفتر خانم جوادی اینا رو ببر انفرادی تا یه فکری برشون کن یعنی چه؟ خانوما تو رو خدا ساکت باشی سر صدا نکنه آروم باشی الان میاد سراغتون پدر همه تون پروین شیشلول کجاست؟ همه شونو دستبند زدن بردن انفرادی آروم باشین تا ببینیم چی میشه حقش اصلا فکرشان نمیکن انفرادی خوب بود وای یقه‌هاشو خوب بگردید فقط شمار با بارش تو بند کم بود خانم جوادی زلزل نکن ببینم مسئلشی تبیل بگی ببرش تو بند آره جون خودت لابا دادگاه علکی اوزاده برو با من گوه خوردی با پسر رفتیم بلگردی گوه شو برش رو ببرش ببینم این کیفش هم برده ببر بگم غذاتون رو ببرم بالا نهار دارم حق دارین ما هم که میخوریم مجبوریم غذا نیست که نهار زندانی ها رو چیکار کنم امروز هوا میخورن واسه شون خوبه هیچی؟ هیچ شما هم خیلی سخت گرفتین اگه بخواین اینجوری عصبانی بشین دو روزم دووم نمیارین من عصبانی نیستم منظورم اینه که خیلی سر به سرشون نباید گذاشت بگم تو هواخوری بدن بهشون خیر آخه بچه ها که خیر دل نازک شدی خانم جوادی میل خودتونه گفتم براتون دردسر نشه اینا یه بیچشم و روهایی هن نگران نباش تو از تو حیات میمونم بعد میبیسیشون تو بند در سلولا بسته هر کی تو اتاق خودش سیگار کلن ممنون تا یک ماه ملاقات ندارم متوجه شدی؟ بله
داری میلرزی. میخوای یه چیزی برات پیدا کنم بپوشی؟ بیا بجا. نه نه بابا نمیخوام. این قاتل کیه؟ میترا شاکر. تو بر ندیدمش. اون تو خودشه، بیازاره، تو این شلوغی هم نبوده. این کیه؟ پگا؟ اون مال این بند نیست، سیاسیه، چند بارم مکاتبه کردیم، باید منتقل بشه. این طاغوتیه، انبون مصادره ای. اینم بهاییه. من نیومدم اینجا کسی رو آزار بدم. اجازم نمیدم کسی آزار ببینه. اما تحمل شلوغ بازی و لات بازی هم ندارم. دوره این حرفا گذشته. خیلی هاتون میدونین که اوضاع عوض شده. 4 سال از انقلاب میگذره. بیرون زنا میرن جبهه میجنگن و شهید میشن. اون وقت شما اینجا چیکار میکنین؟ برای لپه و گوشت قیمه چونه میزنین؟ اگه نخواهیم وضع موجود رو بفهمین، خیلی بهتون سخت میگذره. من میخوام وضع اینجا رو روبراه کنم. اما احتیاج به نظم و آرامش دارم. من با اختیار تام اومدم. پس کاری رو که با رئیسای قبلی کردین، با من نمیتونین بکنین. اما اگه همکاری کنید، مطمئن باشین وضع بهتر از قبل میشه. اگه تا فردا رفتارتون عوض نشه، فردا شب و توی حیات میخوابی. فردا صبح زود تو حیات میبینم اتون. اما نه با این سر و وضع. لباساتون مرتب باشه. حجابتونم کامل. دلم میخواد وقتی وارد بند میشم، حجاب درست و حسابی داشته باشین. دستورات بعدی رو از خانم جوادی میگیریم. حرفی داری؟ بله. ما الان حجابمون کامله. تو بندم نمیشه همیشه یه چیزی سرمون باشه. با این وضع بهداش یه دونه ما رو سرمون نمیمونه. خب نمونه. شما نمیتونین اینطوری با ما رفتار کنین. من اجازه دارم. تو مشکلی داری؟ خیر. شما مشکل دارین. حرفای شما یعنی ما یه مش حیوونیم. شما هم هر کار دلتون بخواد میتونین با ما بکنین. این مقررات جدید منه. مو به مو باید اجرا بشه. ولی مقررات شما پر از اشکاله. شما بیایید تا اشکالاتتون رو رفع کنم. همه رو بفرستین تو بند. همه بیاین تو بند. ناپرهیزی کردی؟ کله تو کی اینجوری کرده؟ چون تو این زنی که به شاید اول اونم رحم نکرده. برو تو بابا، دلخور نباش، خیلی هم بهت میاد. بچه کجا بودیم؟ زیارت. پارسال با دست جمعی رفته بودیم زیارت. برگشتنی یه دختری خوشی محبت هم سفر ما شده بودم. نخون بابا رفت. میترا، میترا،
سه بوده ببینم. چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده. زانو بلند، حرکت بعد. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. حرکت بعد. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. حرکت بعد. یک، دو، یک، دو، یک، دو، یک، دو. دهن تو باز کن ببینم. باز کن دهن تو ببینم. باز کن، باز کن، باز سر. دهن تو باز کن. سیر زبونه. دهن تو باز کن محمد. دوازده، سیزده، چهارده. بوده ببینم. پونزده، شونزده، هفده، هجده، نوزده، بیس، بیس و یک، بیس و دو، بیس و سه، بیس و چهار. چرا میخوای تنبیه بشی؟ کاش بدونی که من با تو دشمنی ندارم. تا حالا کاری نبودی که بخوام از پسش بر نیام. میخوام باز اینجا رو سر سامون بدم. اما وقت زیادی برای تلف کردن ندارم. اگه تو دانشجو بودی منم بودم. پس خیال نکن تو عقل کلی من چیزی سرم نمیشه. میتونم اذیتت کنم. خب چی میگی؟ به خیال خودت داری مبارزه منفی میکنی ها؟ نمیتونی ادامه بدی. سر طولاک خودت باشه. بودبازی ممنوع. تحریک دیگران ممنوع. اینایی کنم. بیان برم برای ملاقاتی. نفیسه ی صادقی. ارکناز شایسته. روابه نصیری. پوری سیگارودی. حمیده پور نجاتی. فاقه پیادر بنسری. مدیره سنگبری. چی کار میکنی؟ هنوز پیش خاله اینایی؟ تو چرا به من دو خط نامه نمینویسی؟ چشم، مینویسم. به چشمم لاغرم شدی یا؟ چاقم شدم. دکتر تو میری؟ میگن این رئیس تازه بندتون بد اخلاقه. بگو نه مگه چی کار میکنه؟ بلش کن بابا، همه شون این همه. بلش کن. تو چی کار کرده بودی؟ من؟ هیچی. بند کرده به همه. وکیل چی میگه؟ فکر پولشه. چند روز پیش رفتم در خونه اونا. عمه راضی اگه بچه‌هاش بذارن. نمیخوام اصلا بری پیش اونا. نمیخوام. ولشون کن، من نگران خودتم. این بمباران چی میشه؟ پشت بر شیراز. چه فرقی میکنه؟ ما در همه جا رو دارم میزنیم. نشد ما یه بار یه چیز بگیم بگه باش. چادرتو بزن عقب ببینم تو چرا انقدر موهاتو کوتاه کردی؟ چی نیست بابا. اونجا پر از شپشه. خودم گفتم بهتره. ببین همه هم میگن بهتره اینطوری. به من میاد دیگه. نه به خیلیم بهتره. من که تو گذاشته بودی گریه نکن. به پچه گریه نکن. من چطور میتونم میشینم؟ گریه نکن. من هر دفعه گریه کنی میرم. یاب میشم اینجوری. به خدا میرم. نه 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 گریه نمی کنم. یه چیزایی آوردم برات گذاشتم اونجا. دمپایی آوردی؟ خدا من بکشه یادم رفت. فدای سرت. دفعه دیگه بیار. بودیم ببینم. اون قسمت رو کاملا تمیز کنید. خوب تمیز کنید. شما؟ خانم جاودی. ایشون خواهر حمیدی هستن. برای کمک به ما اومدن. میخوام در جریان همه امور قرار بگیرم. هر سوالی که دارم بهش جواب بده. خلاصه راشون بندازیم. اینا رو گفتم برای اعزام به دادگاه بفرستیم. بفرمایید.
پریناز. بله. بیا بیرون. واسه چی؟ باید بری اون اتاق. چرا تختاتون مرتب نیست؟ هر مشکلی داریم بریم سیم بگیم به خواهرم. مشکلی نداری؟ اینا رو جمع کن ببینم. این بچه شیر خوش نمیخواد؟ پرینا، بیرون اون تخت خوش تا بدم وسایل تو بیارم. اون دختره رو بیار دفتر. میترا رو؟ اون یکی. پرونده تو خوندم. تو رو بی خودی فرستادن. تو باید زندان دیگه ای باشی. قاعدتا جات اینجا نیست. درست خانم، اشتباه شده. خب؟ من باید آزاد بشم. اه؟ پس چرا نشدی؟ آخه تو این شلوغی دادگاه هی کارم عقب میفته. از کارهایی که کردی پشیمون نیستی؟ نمیدونم. اینجا شرایطت خیلی خوبه، پس مراقب رفتارت باش. سر تو بنداز پایین، زندگی تو بکن. با این میترام نپلک. فهمیدی؟ بله خانم. محل کار خدا هست و به پناهگاه بروید. جوادی کجاست؟ مگه نمیشنوی آژیر قرمزه؟ فیوزه برق رو قطع کنیم. زود باشی. بیاین توی اتاق. همه رو دم شد اینجا. میترا میترا پاشو. میترا پاشو باشو میگه میترا. چیه؟ گلندان دردشه. خوده بریمش بیمارستان. برو نگهبان خبر کن. گره بارون میخورد. پاشی. خانم جوادی! خانم جوادی! خبرشونه؟ ترسیدم. شنبه برم براشون روشن. مگه نگفتم شم ممنوعه؟ لازم نیست. ای خورا زنم. ولی دو شد. ای با اینو دیگه نمیشه تکون داد. داره میاد. به جنبی. چیکار کنم؟ باشه برو بگو هرچی شم و شما ملافه تیم که پاچه دارم بدن بیاد. آب جوش. آب جوش و شما رو بدن. بچه شم داریم بریم بیاد. آب جوش پاچه. تو رو خدا بگیر. در خطر ها. ای
بارون، گل اندام، بچه مادر بچه رو بفرستید بهتری. وسایل ممنوع رو جمع کنید. بشین. سال سوم مامایی. باز چی بچه رو دنیا آوردی؟ میدونی جرمه؟ آمبولانس دم در حاضر بود. من نذاشتم ببرنش. گفتم بچه رو حتما من باید دنیا بیارم. تو دانشگاه آدم ناراحتی بودی؟ ناراحت نیستم. واسه همین ناپدری تو کشتی. من پارسال تو بازجویی دادگاه همه چی رو گفتم. خب اونجا که تبرئه نشدی؟ کسی که یه بار آدم میکشه از کجا معلوم دوباره این کارو نکنه؟ آره واقعا ممکنه. میدونی یهو آدم جوش میاره، اصلا نمیفهمی داره چیکار میکنی. که تو هم بودی همین کارو میکردی. صد دفعه خواستم حالیش کنم ولی مرتی که اصلا حرف تو کلش نمیرفت. آشغال هر غلطی دلش میخواست میکرد. اون چیزای ورقلو میدش، اونم با مادر من. اگه ببینیش زیادی مهربونه. پاتو رو سوسکه میذاری میزنی زیر گریه. مرتیگر گوی خورد هیچی نگفت. منم نتونستم تحمل کنم. یه لحظه است دیگه. چه میدونستم اینقدر لاجونه. خب حالا چیکار کنم؟ برم انفرادی کتک بخورم. من اجازه ندادم. کی گفت باشی؟ برو حواستو جمع کن. موچینم بذار سر جاش. به درد شما بیشتر میخوره. آدمت میکنه. بیان بچه ها اینا رو بمالیم به دستاتون. بیا بمالیم به دستاتون. مبارک باشه گل اندام. سلامت. انشالله که قدمش خیر باشه. سلامت. ما که رفتیم حکم انتقالی من و بچه ها اومده. شما یه فکری به حال خودتون بکنید. آخه چرا؟ خب دیگه هر کاری کردم مجبور بودم. حلالم کنید همه تون. این همه ظلم کرد حالا من حلالیت رو طلب کنم. بولو وضع منم مثل شماها. مأمور بودیم و معذور. به هر حال خداحافظ. خداحافظ خانم. خداحافظ. خداحافظ. بیا بریم. بچه چایی. مسئولای اتاقا برای گرفتن سهمیه قندشون ساعت 2 بیان دفتر. مسئولای اتاقا برای گرفتن سهمیه قندشون ساعت 2 بیان دفتر. چیکارام داشتیم؟ اینا مال توئه. برای چیه؟ مادرت آورده. پس چرا صدام نکردی؟ ملاقات ممنوعی. کی گفته؟ بابا داری اشتباه می‌کنی. تا یه ما ملاقات نداری. خرطاهره. بیجا کرد خرطاهره. چی؟ شما گفتیم بهم ملاقات ندن؟ من نباید به تو جواب پس بدم. شما دستور دادین. چرا؟ فکر کردی میتونی منو سینجی میکنی؟ من تو رو سینجیم نمیکنم. باید بدونم چرا ملاقات ندارم. این که دیگه حقمه. همچی حقی نداری. خودسری. حجاب نمیکنی. دیگران رو تحریک میکنی. دلم برات میسوزه. زیادی خودتو جدی گرفتی. عقده یه برده. خفش حالم ازت به هم میخوره. میره انفرادی. پاشین بیام وسط حیات. خانم جان چم بیام وسط حیات. خواهر طاهره باهاتون کار داره. یالا با تو هم جمع شین. یالا یالا مگه با شما نیستم؟ چه نیستستی تو آفتاب چرت میزنی؟ آفتی دیگه بس سب کنی. یالا زودتر به من حرف بخوره. خیلی خوب بعدم جرمه نقدی خواستم. بیا بعدم دفتر. خیلی خوب گفتم بیا دفتر دیگه. با تو هم بودم. خواهرا قراره تا چند روز دیگه یه جشنی برگزار بشه. هر کس هر هنری داره میتونه نشون بده.
جایزش هم 3 روز مرخصی تو ایام عید. چه خبره هر روز خانم تاهره برای ما جشن گرفت؟ دیگه ما خسته شدیم. مرتفض شدین؟ من بیام؟ هنر بلدم. بیا جلو ببینم. چه هنری بلدی؟ من تو شکوفره و تو رقص شکم رو دست نداشتم. خفشو. من این گناهه؟ این خانم همدی همکار خودم بود. اما خدایش از تو بدنش چیم؟ بچه ها هیچ وقت رو نایمد تو. اینو کجا نیست اگه تو رو خفه خون بگیری. چی؟ ویولونسل. کار دیگه ای بلد نیستی؟ این مربایی که پخته بودیم واسه جفه مزه کنی؟ دست شما درد نکنه. صبح بفرستین ستار. این ویولون... ویولونسل. ها. حالا از کجا بیاریم؟ خودم دارم. میتونم زنگ بزنم خونه برام بیارن. زنگ بزن. بزنم. بزن. چکار داری؟ در مورد مرخصی چند روز بیشتر به عید نمونده. نمیتونم مرخصی رو بهت بدم. چرا؟ وضعیتت روشن شده، حکمت اومده، با مرخصیت موافقت نکردم. ولی شما گفتین که... من میدونم چی گفتم ولی نشد. من به مادرم گفتم که عید میرم پیششون. مگه اینجا پانسیونی که بری مرخصی؟ نمیدونی برای چی اینجایی؟ گفتم نمیشه. ولی شما برو. 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 خواهر حمیدی. برو.
پگاه بیا دفتر کارت دارم. چی کار دارم؟ نمیدونم. اون شلنگ رو بده این طرف. برو خدا فقط زودتر تمام شد. این بتونه ها خوش نشده آستری زدیم. خانم شما عجله نکنید، من اینجا میکنم حتی این گلستان انشالله. شما عجله نکنید، دو دست دیگه حالا میخوام. سلام. سلام. علیکم سلام. اینا رو برای چی آوردین اینجا؟ اینا رو از دفتر مدیریت فرستادن واسهت. بذارش اونجا. زود بیا بالا کارا رو هماهنگ کنیم، من میخوام برم. اینم عیدی رضا. اومد بگرهش بگو خانم چوکس. خیلی خوب. میترا شاکر، میترا شاکر بیا دفتر. میترا شاکر، میترا شاکر بیا دفتر. یه پن پرتقال به منم بده. چیه؟ چی کار داری خان؟ چی میگی؟ چی کار داری؟ خب برم دفتر. کاری چی داری؟ یا برو دیگه. چی شو؟ اکفیری میگه موقع شد خبرت میکنم. بهش گفتم برو درتو بذار. موقعش تو بهتر میدونیم یا من که این طول سگ و با هزار جور بدبختی بزرگ کردم. حالا برو عیده این بچه رو خراب نکن. برو برو، تو خیلی شلوغش میکنی به خدا. کشتارگاه را انداختن بالا، تو دفتر میگفتن از بند هشتاد جمشیدی رو اعدامشون کردن. حالا برو، هول ورد داشته. برو عزیز. پخ شده انشالله که همیشه موفق باشید. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما و این لحظه از بیا بشین. خفشون پر شکون و برکت داشته باشن. مصدم بیشتر از این دیگه مزاحمتون نمیشم و اگر از پنده اید من این جونی برای تو من که میخوان دست از کسی باید کارشون بردارن. اینو چرا به من میگی؟ ما هم از فرصت ریشه شون از تو بند میکنم. آمدیم خدمتشون، تکلیف مرخصیم چی شو؟ در بستشون بودیم و خواستیم این شبه تو بالاخره با مایی یا شما مهمان خیلی آدم فروش کم آوردی؟ مرخصیم چی شد؟ بدون وثیقه قبول نمی‌کنم. دفنش که نذاشتی برم. هفتهشون همه بازی در آوردی. حالا چهلوم میخوام پیشش باشم. مادرمه، میفهمی؟ یاد نزن. من گفتم، اونا قبول نکردن. اونایی رو که تو میگی من نمی‌شناسم. اینجا فقط تو رو می‌شناسم. دور برداشتی. خفشو برو بیرون. کجا؟ انفرادی چه مرگت خف خون بگیر؟ تو رو خدا نرو بکنی، جون من
کی اومدی؟ نمیدونم، 5-6 ساله. میگم کی اومدی اینجا؟ دیشب. یه 2-3 روزی طول میکشه زهر از سر دره. خدا من هیچ کارم گم کنم، جنس مال من نبود. صبر داشته باش. خودتون خبر دادن ندید دیشبم بردن. خانم رضایی، تو رو خدا، خانم رضایی، خدا یه چیزی بمیدید، تو رو خدا. چی میترا؟ دو تا قصه آرتان بده به این خفش کن، ولی با آروم بگیریم. قیمتش هفته بالا ها. بیار با هم کنار میای. از قبل هم خورده حسابی با هم داریم. میدونم. ببین چجوری ایدمون رو خراب کردن. بگی کف کن. دست درد نکن. خورم دست به آب. وقتی نشم فکر این روزاشون نیستم. یک بار دیگر به صحنه سیاسی شورم گن زدن به مملکتشون رفت. همچین پای دختر روسا رو باک کردن دوبه که دیگه اونجا هم نمیشه کار کرد. یه لومن گیره اونم یه نشی تو که توی 3 ساله منزه یه عمر پریبارنده خاصه بیکردی در کار نکی دوباره پری روزم مصمم زدن تو سر کنم. بیا پایی شمه تا بخواه نخور به جهنم، خودم میخورم. رفتی این دختره سویه یه فرسایی جنبای قضا مگه روزی نه نه آقا رفتا رو یه دست بخاری؟ برخوند خروج دارایی تو آقه کجا رو دید؟ سیوه پرشو بیم از مددکاری نامه داریم. از سوی دیگر خیلی گرباچو مقام بلند خواهی بده به کشم بسر کنم. اگه جمشی بود تکنی جلو میشه زن که آشقا خفش آشقا خواهی. آبا هرچی زنه بردی برو تو ببینم کل تکی گذارش نمیدم ها کام بیا برو گمشه زرفت فرفاتو بشو ببینم یلا زود زود بچه ها خبر دارین امروز صبح چند نفر ولادیات جمشید رو کله پا کردن. چه خبر تو به جاگشون میمونی هر دفعه که بیه خبر برد؟ چه کار کنم بابا؟ خیلی خوب زودتا اینا رو جمع کنی یا الان کار داری. به جنب پاشو مهی، پاشو بردکش یلدو تحویلش بگیر. کاکولی رو سر پایشتن یلدو کمکش بگیر. دستت درد نکنی. معصومه سلام میرسانم. سلامت به شما. اکبر به زودی آزاد میشود. آزاد میشه؟ نوشته انشالله میشه. لایی شد خدایا شکر. دیگر عرضی ندارم. قربان تو مادر خوب محبوبه. سلامت زنده باش. سلام میترو خانم. ملکه سلام. از زیور دو دره کردم. به به خانم گل کاشتی. میتونم تو کارگاه کار کنم؟ مگه زیور بهت نمیرسه؟ نمیخوای باش کار کنی؟ چرا میرسه؟ خب ولی وضع خواهر برادرام تو خوابگاه خرابه. داوودم پیغام داده داره پولاشو جمع میکنه جریمه اون بده آزاد شم. برای همین میخوام هر دو جا کار کنم تا هم بتونم یه پولی برای اونا بفرستم، هم یه کاری یاد بگیرم وقتی آزاد شدم کمک خرج داوود باشم. خیلی خوبه. باید به دفتر بگم اگه قبول کنه. دست درد نکنه. دو ساعتی تو برنگو دارن صدا کنم مگه نمیشنوی دفتر کاری دارن؟ اومدم بابا. اینا رو جمع کنید تو باید. نگاه کن خیلیت خالی کرده لباسشو. بودمون تو آفتاب باید خوشی. بچه داشت. سه تا بچه‌شو میره برای صحرا، میره علف میاره به بچه‌هاش بده بخورن. چی گفتن؟ چی شد؟ صبح میبرن. بریم اتاقاتون. بریم اتاقاتون. هیچی نشده. بریم اتاقاتون.
برو دیگه، کجا میای آخه؟ کی میبرنش؟ کارمندای بهزیستی دم در منتظرم، باید تحویل شده. بریم از بگم. ماشین منتظره، اینا باید برن دادگاه. یالا، چشمنده پایین، پایین. بجام. نوچه هایی سیبرن. میشناسیشون؟ چه؟ چی کار داری؟ بذار سهر بیاد تو کارگاه مشغول شه. قضیه چیه؟ چرا سهر؟ بین جوانایی بند همین یکی دختر مونده. قضیه اینه. من اجازه این کسافت کاری رو تو بندم ندادم. چجوری؟ کشیدیشون پای میز محاکمه؟ فعلا که همه چیز زیر نظر من و مامورم. مهین رو اعدام میکنین، زیور رو عفو میدین، بره بیرون ده تا مهین تازه و جوون بندازه تو بغلتون. چشمامو رو کارهای زیور نبستم. میدونم. چشتو رو زندگی مهین بستی. میگه چی؟ ولشون کنیم تو همینجا رو گند برداره؟ این همه گند از وجود مهینه نه؟ دنبال چی هستی؟ فکر میکنی من اینجا نباشم اوضاع بهتر از این میشه؟
چون مهین چقدر خالیه. اصلا این تخت خالیه که میبینم حاجیگرم کباب میشه. اسمت خانم خوابش دیده رو گفته بوده؟ نه. او با یک کت دامن خیلی قشنگ که یه باغ بزرگ انقدر خوشگل شده بود. خیلی نبینن انشالله. وکیلا آمده بود ملاقات. دلش خوش مردی که. میگه شوهرت گفته اگه 2 میلیون بگیرم رضایت میدم حکم سنگسار عوض شد. گفتم 2 میلیون هم کجا بوده؟ داشتم اینجا چه غلطی میکردم؟ خب پوفیوز، تو که زنی تو گرفتی؟ بچه هم که اندختی خونه بابا. دیگه چه مرگته؟ خدا اگه 10 میلیون هم داشتم 2000 به این حرومزاده نمیدادم. شوهی نمیتونه بکنه. آقا نمیتونه ثابت کنه. خب پوفیوز. اینا رو ببر تو. دختر خودشو سپرده دست اینا، معلوم نیست تا کجا ببرنش. اینجوری نگاش نکن، برخلاف ظاهرش زرنگه. وقتی ملاقاتی نداری بالاخره یک کاریش باید بکنی دیگه. تو همینجاش هم خودشو جمع کرده خیلیه. معلوم خیلی خاطرشو میخوای. حالا خوش نیست، دو تا میدونی؟ نه، هم یکی وسطه. در تواسه ما ببینم. بیا برو. چه خبه این پشت قشقه رو؟ از پشت دو میکنم. خودش دو میکنم. بازم یه قصه بدم میدم. کجا بودم؟ پشت دو میکنی؟ خوش کنم چی میگم؟ خفشی تا فردا صبح همینجا میتمرگی مراهات حال زندانی هارم میکنه. ببین تو هر اتاق جا کف خوب داره، بهشون بده تا صبح. بچه ها بیا و تماشا، مهمون اومده. تیخه ها چقدر قشنگ، زری تعویض بگیر. تو به این خوشگلی یه نفتی داری آزاد میشه بشیگن. بیا 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 ولی حاج آقا اینا بیشترشون مورد منکراتی دارن، من خودم دیدم. بله بله من قاضی نیستم، اما شما هم انتظار نداشته باشین آدم چشماشو ببنده هم. یعنی یه عده رو بریزیم تو بند و چند ساعت بعد آزادشون کنیم؟ به تأثیرات این قضیه رو زندانیا فکر کردین؟ حاج آقا منو که اینا پا انداز میخوان نریز زندان. از توفی داشتن کجا بردنشون؟ بردنش به رستوران. من یه جا کشوره گرفته. از کی؟ از ما بهترونا. بابا الان سه تا چیز داشته باشی ها، پارتیت کلوفته. یکی پول و پرنوی پارتی. بیچارا رفتن پیکنیک. میدونم. پاشو پاشو. این بسته. این بسته. دست کلا. 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 همه اتاقو بگردیم زیبر بمونم. هرگز ببینم فرطاره به خدا، من خلاف ملاف نکردم، اهل خلاف نیستم.
میدونم از تمام این بچه ها بپرسیم بنداز دست تو از سر و ریختت معلومه مرز دارم همیش رو ریختم به هم چهار روز باید اینجا رو تنس آره جون عمش اهل خلاف نیه پس این چیه؟ را بیافت بریم صبر کنید جنس مال منه اونو نبرید از کجا آوردیش؟ از اینجا یه بردم دیگه بعدم بهتون میگم سر بینا جمع کن ببینم هر میگه که زیر شده دیگه خودشون به چندر قرار دوست مال خودش بودی بارش داریم بیارینش بارش یه برمتا مگه مرادی رو نخرید داری یکیش به نفع زیور با توجه به خلاف های مکرر نام برده این حکم باعث سرخوردگی از نظام در میان زندانیان رضایی حکم آزادی زیور عسکری اومده بهش بگو خوشباله تو عب خورده میخوای بری ولی من اینجا زیور خانم یه کاری نداری خوشباله خدا کنه ما هم بریم لباس هم از کارگاه آوردی؟ آره، آوردم درد نکنه مبارکت باشه چقدر زحمت کشیدی خیلی قشنگ شده ها نه بیدی بیدی ای کجا میبرش کسی میشه نبره شما بازی کنم شما بازی کنم شما از اون غیر مجازاش نگو بابا سهر چه جیگری شده اگه میدونستم خودم تورش میکردم بابا اگه ما چلان بودیم عروس خوبیه مشکله میخوامش با تموم مقافاتاش بیا اله باز اینا زرزرشون بلند شد پاشو برو خاموشی رو بذار باشه بچه ها خاموشی دادن الان میان میگیرن امون پاشو بسط جور رو جمع کنیم بریم سهر افرده باید جور دامادم بکشه اگه فریش مرده که سر داره کار کنه بلنشی کاسی کزت رو جمع کنی نصف شب را بیا 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 Thank you.
اون حیوان. زنی کی عوض یه سلیقه اسمش هم اومدی تو اتاق من چیکار؟ دوزی؟ جنگیده چه بلایی سر شده؟ چته؟ چیه؟ خفش شو بذار ببینم چی شده؟ چته؟ بذار شبیه حال شدی؟ نصف شبی اومده خب چرا من میزنی؟ ببرینش برای چی؟ اونو باید ببرم دست بیان همه انفرادی جاز میترا برای چی کنم؟ برای چی؟ من آمده بودم مگه برنم شیشه رو بنداز را بیافت همه رو بردین انفرادی؟ همه با دست بر تا صبح ببینم چی کار میکنم همه در آرام ببندم هی دری تا صبح توی بند میمونی چش ازشون بر نمیداری من اینجا چی کارم برای خودت حکم میدی و قصاص میکنی؟ هیچ کاره ای دلم کن برم شه دختره خفه شو رضایی سهر بیار دفتر دختره این محصوم همه فکر و ذکرش پیش آقا داوودش بود صبح تو شد من مثل شیش نفر برای اینو کار میکرد که بتونه زندگیشو به چرخونه کف خواب میشم بیام دست خودش که نیست مجبوره برچو بیدم نه همچه مجبورم نیست افریز دختر به این قشنگی توی مشت یک جونه بر بخوابه آمه کفتش میشه میزنه نه بیخیارش ماما همه بیگرم چشی ما از اوناش نیستی خدا روی سه جایی دیگه حواله کنه باش اومدی بیا تو قنیمته نه دمت کرد اسی آب و هوا رو آب و هوا رو
به تو. بجون گم شو. طبقش چی؟ فردا برات میارم. بل دفعه دیگه فقط پول یا طلا. جگرتون لقمه ملی جون. این دفعه ندیده میگیرم ها، ولی دفعه دیگه گزارش میدم. برو گم شو. او جگر. ببین فردا باز پرسی داره. حقه به پا بدسه. من باید شما رو بپام یا زندانیا رو؟ با این کار شما آبروی من رفته. امروز میگین سیگار، لابد فردا میخوام بگین هروئین. به چرخی شما منو سینجیم میکنین. اصلا من به حاج آقا شکایت میکنم. من مسئول اینجا. از هر وسیله هم لازم بدونم استفاده میکنم. بفرمایید. بفرمایید شکایتتونو بکنید. بله. قاضی با تقاضای دادیار زندان موافقت کرد. نظر به فوت شاکیه گذشت و پس گرفتن شکایت فرزندان ایشان و نیز با عنایت به تحمل کیفر طولانی و مراتب رضایت اولیای زندان از عملکرد زندانی مشار الی میتواند قبل از صدور قطعی حکم عفو با سپردن وثیقه مرخص گشته. خوشحال نیستی؟ چرا؟ میتونی وثیقه جور کنی؟ کسی رو ندارم. خب اینجوری چند ماهی کارت عقب میفته. اون بیرون کسی منتظرم نیست. نفهمیدی که خبر داده؟ هنونم، ولی نمیدونن که من رودای اینا رو وجب کردم. تو خودتو ناراحت نکن، بالاخره تعطیل قضیه رو در میاری. بابا سینت رک کرده، بردار شیر خودتو بهش بده، مریض میشه ها. این هزار بار چند دفعه بگم نمیتونم. نمیتونم میگن مهرش میفته تو دلم، اون وقت دل کندن ازش سخت میشه. بها نمیام. ما که اصلا تو زندون دنیا اومدیم. اوه چیزی بوداست بلا. از شیر مادرمونم خوردی. اما نمهره اون افتاد تو دل ما. نمهره ما افتاد تو دل ما. ببینیم. اسم اصلیش چیه؟ سپیده. چند سالته هستی؟ دو سال و 600 ماه. کدوم زندون دنیا اومدی؟ ما که همش تو حبسیم، یه کدوم نداره. اسمت چیه هستی؟ هستی. تو دختر گلندام بابولی، اسمت سپیده است. خودم دنیا آوردمت تو همین اتاق. اشتباه گرفتی. اوه موش، بابا کجا رو میگردی؟ یه نگاه موش. بله خواهرها همه تو بند. باشو داری
ماشینو برسین تو هواخوری. همه جارم بگردین. ما که مورد نداشتیم. اون شو بیرون کسافا. مگه خیلی دیره جای دیگه دلت زیره حرفای قشنگ نمیره به مرگ خودم ای کلاهمو پس نده در من عشق قاطی میکنم. کاری داشتی؟ کلاه این دختره رو پسش بده. حساب این آشغالی ولگرد خودم میرسم. تو دخالت نکن. چیکار میخوای باش بکنی؟ این خیابون خوابا با دو سه ماه آدم نمیشه. میرسمش تعبید. همچی میگیرم زیر شلاق تا به التماس بیفته. هنوز من نشناخته. ولی تو اونو خوب میشناسی. گلندام بابولی یادته؟ 17 سال پیش اون شب بمبارون اسی همون نوزاد 17 سال پیشه. میگی چی کار کنم؟ بیا
پاشین بریم به همچی گرگم به هوا. باشین پاشین پاشین. نخواهی من تو کجا انتره خوشلی هم نه؟ فکر میکنی قراره چی از توشون درات؟ بسته به شانسشون. تو شانسی که بریزی هیچی در نمیاد غیر اینه؟ مادرم کارش درست بود؟ خیلی شبیه تو بود نه؟ ها بابا، اون خوشگل بود. من چی به اون رفتم؟ تو؟ خدا به دور. از اون اولش چموش بودی. برای دنیا اومدن که علم ملق میزدی. یه سپیده صبح دنیا اومدی. این اسمم خودم بود گذاشتم. ولی همین اسمی بهت بیشتر میاد. قیافش. ولی من مطمئنم مادرم مثل تو بود. زن حسابی بذار بچه تا از این جهنم ببرم بیرون. بچه رو ولش بیچاره. فکر اون شلاقایی باش که الان باید بخوری. دیگه تو قطع دارم. دست خودم یه نیست. حقای داره تو بخواد بگنده. خال نشو بابا. خود تو به زور زبط رفت میکنی. حالا میخوای اینم نگه کنی. حالا دختر بود از سای دستت میشد. پسر ردش کن بره. شیرخارگا بهتره. اقلا یه سرپنایی هست. میری میبینیش دیگه. راست میگه دیگه. بلند شیر قلوب از این بخور. بچه هر تحویل بده اینجور سرنوشتش پیدا میشه. نمیتونم. یکی نروعتش تفتم. برش من ببرم. یا. بود و اقل دایی. یا که 17 سال دیگه میشه بردست هستی. یا. پدستم. بازی اون قسمت همون باید درست بشه. شیرا یخ زده بود و اون شیرا هم باید درست کنی. هر چه زودتر باید آماده بشه. مولای همون هم باید نگاه کنی. من ما خواهش کردم من آزاد من الیه بیتونه من بران اهلی دهره من تبریز اهلیه کامیرم بودا دهره قریبه هم نوام دارم میگیدی من شکرت دارم در خونزت خارمه دارم شوهرم چکشته من به خاطر رو بردم اینجا خانم تو رو خدا این خانم یوسفی خیلی خوبن ولی تنهایی خاطی نمه کل کاری از دستش برنمید علیکی به خود من گرفتم و اوزن اینجا همون بدنه و عاشقش کردم حتی خلی نامه رو بخونم من علیکی گرفتم و اوزن اینجا گفتم رابطه بشم تو رو خدا خانم حتی خلی نامه رو بگیرم این زندانی 16 سال کشیده زندانی خوبیه مشکل وثیقه داره اگه میشه کمکش کنی خب خانم شما جرمتون چی هست؟ یه ریز قتل اسمشو یاد باشم خب شما با این سن و سالتون اینجا چه کار میکنید؟ چون که بچه های بدی هن شبا خوب مسواک نمیزنن چکرم خانم یوسفی متاسفانه من ساعت 2:30 جلسه دارم باید برم پس بفرمایید برای پذیرایی اونجا هم راجع به مشکلاتون بحث کنیم شیرینی‌ها رو برنداشتین هنوز؟ طبق آمار یک سال گذشته میدونیم که تعداد نوجوان‌ها خیلی زیادتره به خصوص که اغلبشون مسائل منکراتی دارن و مسائل مربوط مخدر چند تا پرونده‌ای که دادم خدمتتون پرونده‌هایی که مربوط به بفرمایید چه دختر با مزه ای؟ دستم بشکنه این پرونده ها مربوط به بند دوه
چون عنایت بفرمایید مطالب گزارشاتی رو که در مورد این معضلات و مشکلات ما که میتونید توی بند ها به دلیل کثرت جمعیت خیلی بیشتر هستن با توجه به ارزش هایی که نسبت به انقلاب و غیره برای این مسئول مورد توجه هست. جا برای جرم های منکراتی براتون توصیفاتی رو بدن. چی کاری کردی یسی؟ باید جرم ها رو تحقیق کنید. حالا بچه بخاره ببین چی میگن صدا جلسه اوناست. صدا از کجا میاد؟ از جرمانه کدوم کنی بودی تا حالا؟ جی آر کن ای اونه کجا رسیده تا حالا؟ عجب ببینیه برعکس لنگو چی داره میگه؟ خیلی چیزهای بیشتری رو یاد میگیرن. خب ما هم وقت بیشتری برای اونا میذاریم. سه دو در حال حاضر پرسونل ما الان منفجر میشه. زیبا یه هفته فرصت داری بیاد تخت تا برات خالی کردی زیبا رفت بعدی خب لیلا بابا خاله میترا کوچیکی بچه اصلی کاری یادمون رسی باسی اسی دست دالا اسی جیگره تا سیخزی اسی آقا من اصلا دلم نمیاد اسی رو بزنم تو بزن تو بزن اسی کوچیکی بر نمیگرده تو از کجا میدونی؟ وقتی از بیرون میمدم دیدم داشتن میبردنش انفرادی پایین میگفتم به خاطر کیف اون زنه است. مگه بانک زده؟ نه بابا از بالا دستور دادن خواهرتایرم خیلی عصبانیه گفته دیگه این دفعه بهش ارفاق نمی کنن میخواییم باور کنیم میخواییم باور نکنیم کشته باشمش سپیده پناهی اگه ایشون دنبال پاگون اومده پیش منه فرار این دختر از انفرادی من گزارش من خودم گزارش ماجرای دیشب رو فرستادم Yeah!
هستن و ما رو بردن دادگاه و دستمونو بستن به این شوفاژا هستن مینه شوفاژا. ما هم یه کبریت انداختیم به این گیرش باز شد. این قاضی هم رفته بود برای نماز. نگهبانم هم اون بررا بود. سرم ننداختیم پایین اومدیم بیرون و همین راحتیم. دفعه بعد تو جاده چالوس گرفتنمون. آوردنمون دوباره همون دادگاه. این دفعه ما رو شناختن. گفتن خیلی مواظب این باشید. چهار چشمی ما رو نگاه میکردن. مجبور شدن دستمون رو ببندن به یه زن 200 کیلویی. لاف میای سوزی کامبو. اسامی یکی پرده خیلی بود که آنه میدونم. من اسم کی صدا میزنه؟ پنجهت اعزام به دادگاه میان نگهبانی. مریم رضایی. زهرا نیکویی. سپیده پناهی. آزاده یه حتی خانی. رفتی دادگاه چیزی الان نگیری یا؟ نه بابا آدم سیگار چیزی گیره تونو بعد برداری بیاری المیرا امرسانی مشکان صدفی طیبه میرزاده محشید جعفری هرچه سریع تر جهت اعزام به دادگاه بیا نگهبانی اگه را بده دیگه بر نمیگردم چطوری؟ هر طوری بریم کجایی؟ خوبی؟ من دارم میرم دبی. خواستم خدافظی کنم نگیسی به معرفت بود چه بریش؟ با کی؟ آخر هفته با چند تا بچه ها حالا واسه چی دبی؟ من در رفتم نمیتونم که آفتابی شم ببین من دارم میام بیرون کی؟ نمیدونم ولی میام من زیاد وقت ندارم وای میسی تا بیام شنیدی؟ بچه ها رو سلام برسون من هر طور شده میام مواظب خودت باش بابا جا ندارم که کجا جاشون بدم میدونی چند برابر ظرفیت این توپاره ها آره برسشون بنده یک آره دو این هفته امکان نداره تازه نامه رو دادم مددکار دستی ببره دو هفته طول میکشه تا جوابش بیاد من باید برم نمیتونم هر طور شده باید برم جوابم که بیاد باید وثیقه پیدا کنی سلامتی دند شین کن سلامت باشی بفهم دست درد بگی بپوش بفهم
خداحافظ. این طرف نیاد. خوش بگذره. هر جا میرم یادم همیشه هرگز از اون جدا نمیشه، هرچند که این سفر کوتاهه اما دلم یزانه میشه.